بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم و محضر تمامی دانشجویان و کسانی که درس ما را تعقیب میکنند. آرزوی سعادتمندی از پروردگار متعال برای هر یک شما عزیزان دارم. امیدوار هستم که خداوند انشاءالله شما را در تمام عرصه های زندگی موفق و معید داشته باشه. جلسه درسی خود را تحت عنوان منابع و مصادر حقوق بشر آغاز میکنیم. امیدوار هستیم که درس ما را تا آخر تعقیب کنیم. از مطالبی که به نظر شما سرورای گرامی را میشه استفاده نموده و ما هم بتانیم انشاءالله حقی مطلب را مضمون را به صورت درست ادا کرده بتانیم. بله سرورای گرامی، عنوان درسی ما شما منابع و مصادر است. در رابطه به اینکه منابع و مصادر حقوق بشر چی هسته؟ امروزه میان بشر دیدگاه های بسیار مختلفی وجود داره، گرچه یک عده بسیار کلان و یک عده بسیار گسترده از جوامع با منابع و مصادری که مربوط به خودشان هستند اتفاق نظر داره و اونا این منابع و مصادر را جز نظام حقوقی خود پذیرفتین و در نظام حقوقیشان هر روزه بالای ازی استناد میکنن. اما ای که چون گفته بودیم که منابع و مصادر حقوق بشر در ارتباط به دیدگاه های بسیار مختلفی وجود دارد، که اگر بخواهیم یک جنبندی عمومی داشته باشیم تا این دیدگاه را به صورت واضح و مشخص ما شما بخواهیم بفهمیم، این است. اگر بخواهیم که دنیا را یک تقسیم بندی بکنیم از منظر ایدئولوژی، دنیا به دو دسته عمده تقسیم میشن. او من جامعه ای که یا او ملت هایی که پیرو نظام غیر دینی هستند، در این کشورها منابعشان در واقع منابع حقوق بشری است که خود بشر وضع کرده، و یکی هم از کشورها یا ملت‌هایی هستند که اینا تابع معاد برشان بگیم یا تابع نظام الهی هستند که آنچه که پروردگار به عنوان دساتیر خود برای اونا ارسال کرده اونا را جز اصل و منبع خود میدانند و در عرصه‌های مختلف مخصوصا در عرصه حقوق بشری از این منابع به صورت بسیار گسترده استفاده میکنن، که ما شما در تقسیم بندی که داریم این منابع را به صورت عمده چنین تقسیم میکنیم که میگیم که منابع وضعی حقوق بشر است و یکی منابع اسلامی حقوق بشر است. یکی منابع وضعی حقوق بشر چی است و منابع اسلامی حقوق بشر چی است؟ در مباحث جداگانه تعقیبش میکنیم. در مورد اول، منابع وضعی حقوق بشر. منابع وضعی حقوق بشر تقریبا در حدود 11 مورد هست که به ترتیب میخوانیم چه. یکی اعلامیه جهانی حقوق بشر است که انشاءالله در ادامه مقداری در مورد دو شرح میدیم. کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی است مورد دومش. مورد سوم، کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. مورد چهارم، کنوانسیون منع مجازات جرم نسل کشی. مورد پنجم، کنوانسیون بین المللی بحق کلیه اشکال تبعیض علیه نژاد است. مورد ششم، کنوانسیون بحق کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است. هفتمش که از کنوانسیون منع شکنجه، مجازات ها و رفتارهای ظالمانه غیر انسانی و تحقیر آمیز و اشکال تبعیض و انواع اشکال تبعیض است. نهمش که از کنوانسیون حقوق طفل است. دهمش هم کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت است. و دهمش هم که است یازدهمش هم که از کنوانسیون مربوط به پناهندگان. اما اینکه اعلامیه حقوق بشر یکی از عمده ترین منابعی است که امروز دنیا در واقع این کشورهای گفتیم پیرو نظام‌های حقوق وضعی یا نظام‌هایی را که بشر وضع کرده، اونا بیشتر در عرصه مسائل بشری خود از اعلامیه جهانی حقوق بشر پیروی میکنه. البته وقتی در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر میگیم، یک عده بسیار زیادی از کشورهای اسلامی را در این مورد نیز شامل میشه که اونا اعلامیه جهانی حقوق بشر را که به شمول کشور افغانستان نام هسته که این منابع را به عنوان یک اصل در ارتباط به مسائل برخورد با مسائل حقوق بشریشان به این اعلامیه استناد میکنند. اگر بخوایم از لحاظ تاریخی بحث داشته باشیم، اعلامیه حقوق بشر بعد از یک جنگ های اول و به ویژه جنگ جهانی دوم اتفاق میفته. حوادثی را که شما
قبلا در ارتباط به اون معلومات کافی داری. انشاءالله کشتارهای بسیار بیرحمانه، ظلم بسیار زیاد، تخریب و تعدی بشریت علیه انسانهای دیگر، و ای که ما شما در جریان جنگ جهانی مطالعه نمودیم که بشر دالای امنوای خود ظلم بسیار بیش از حد انجام داد، به حدی که تاریخ امروزه یک خاطری بسیار زیاد تأسف‌بار و فاجعه انگیزی از جنگ های جهانی، مخصوصا جنگ جهانی دوم، داشته که در حدود نزدیک به 100 میلیون انسان اینا متأسفانه به خاک و خون کشاندن و کشورهای بسیار متعددی را نابود کردن و اقتصاد دنیا بر هم ریخت و حوادثی که موضوع بحث مجموع نیست. خب بعد از این بشر به این متوجه شد که باید در این مورد یک اتفاق یا یک وحدت نظر در بین کشورها وجود داشته باشد. با شکل گیری سازمان ملل متحد کشورها با هم دیگه مشترکاً کار کردند، اونا رو یک متن یک اعلامیه کار کردند که بعد از غور و بررسی های بسیار زیاد، گرچه پیشتر هم در مقدمه بحث مشخص ما گفته بودیم که کشورها به صورت عام در این ارتباط اتفاق نظر داشتند، اما اون کشورهایی که بیشتر فاتح جنگ بودند و در واقع رهبری دنیا را در عهده داشتند، هم که این کشور بزرگ در عنوان کشورهای دارای حق وتو یا کشورهای بزرگ مش ما میشناسیم، اونا در رأس آمدن موافقت کردن که سازمان ملل را به وجود بیارن، و بعد از اون اینا چون در رأس قرار داشتن و متاسفانه از این برام میبینیم که کشورهای اسلامی به عنوان یک جغرافیای بسیار بزرگی که اینا به خودشان اختصاص دادن و به عنوان یک گروهی بسیار عمده ای که در دنیا مطرح بودن، اونا متاسفانه چون از قدرت افتیده بودن در اینجا نتوانستن که از خود دفاعی داشته باشن، چون اعلامیه جهانی به حقوق بشر از دیدگاه حقوق بشر از بشری کشورهایی که اونا در واقع تابع نظام سرمایه‌داری و نظام سوسیالیسم بودن، اینا آمدن دیدگاه های خود را در این عرصه بیشتر اعمال کردن و آمدن دیدگاه خود را در اعلامیه جهانی حقوق بشر زیادتر به صورت تحمیل آمیز علیه کشورهای دیگه قبولاندن، که البته به صورت کلی گفتن که مخالفت کمتری نسبت به ایرسا وجود داشت. و به هر صورتش اینا آمدن خب ظاهرا گفتن که ما اعلامیه جهانی حقوق بشر و هدف از این که نمیخواهیم هیچ گونه تفاوت و یا هیچ گونه امتیازی بین انسان ها وجود داشته باشه، این تفاوت و یا این تبعیضات چی از منظر نژادی، چی از منظر قومی، زبانی، دینی، سیاسی یا جغرافیایی و هر تمایز یا تفاوتی که در میان بشر امروز اعمال میشه، اونا گفتن که ما نادیده میگیریم. یعنی به صورت عمده اساسی ترین حقوقی را که اونا در از بند 2 تا بند 28 آمدن توجه کردن، در واقع منع تمام تبعیض بود. در اینجا آمدن اونا گفتن که انسان ها به صورت عام حق حیات دارن، حق آزادی دارن، یعنی حق کسی حق نداره که از دیگر به عنوان برده و بردگی بکشانه، شکنجه ها به صورت عام مورد نقد قرار گرفته و در قوانین اونا را مورد انتقاد قرار داده و کلا از نظام کشورها بیرون کرده، و همچنین مجازات های و رفتارهای غیر انسانی و ظالمانه را اونا مورد ممنوعیت قرار دادن، تبعیض هایی که در وجود داشت، و در مجموع اینا آمده این موارد را منع کردن. و در ادامه اعلامیه حقوق بشر تاکید داره که هر کس، یعنی هر فرد، یعنی هر عضو جامعه حقوق بشری مستحق است که در نظم اجتماعی و بین المللی که زندگی میکنه از حقوق و آزادی ها به صورت کامل برخوردار باشه، و ایزی از حقوق اینا چی میشن؟ مستحق میشن. و اعلامیه جهانی حقوق بشر سال هاست در عرصه کار میشه و در ارتباط کمیته های بسیار متعدد و حتی کمیسیون های متعدد و کنونسیون های متعدد در دنیا اونا به وجود آوردین و وضع کردین، و امروزه بسیار به شدت جریان داره که اونا میخواین در این عرصه کار بکنن. در خود داری دستاورده هم داشتین، ولی متاسفانه نقد ها و انتقادات بسیار زیادی در این عرصه وجود داره که اگر بسیار به صورت واضح و آشکار بخوایم صحبت بکنیم، در واقع عملکرد کشورهای قدرتمند و عملکرد کشورهایی که امروز مدعی اعمال و یا مدعی دفاع و یا حمایت از حقوق بشر هستند، در برخورد به کشورهای ضعیف، مخصوصا کشورهای جهان سوم و به ویژه کشورها و جهان اسلام، معید ادعای دروغین جهان متاسفانه غیر مسلمان ها هسته که بالا فقط اعلامیه حقوق بشر بالای کشورهای اعمال میشه که اونا
آنچه که قدرت های بزرگ و آنچه کشورهای بزرگ میخواین علیه کشورهای دیگه اعمال بکنن به عنوان یک حربه سیاسی و به عنوان یک هدف متاسفانه غیر از آلود علیه جهان اسلام به صورت بسیار به صورت گسترده استفاده میشه که نمونه های شما در کشور خود نیست متاسفانه چندین ساله که به وضوح مشاهده میکنیم. مورد بعدی که در واقع دومین منبع یا دومین مصدر حقوق بشر شناخته میشه کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی است که در این عرصه به وجود آمده. این کمیسیون به عین شکل مثل کنوانسیون اول که مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر بود بعد از جنگ جهانی دوم چون متاسفانه که کشورهایی که فاتح جنگ بودن و همچنین روسیه رقابت بسیار شدیدی بینشون وجود داشت مخصوصا این رقابت ها را که رقابت های سیاسی و البته رقابت سیاسی بیشتر بوده یعنی این رقابت ها نظامی و تسلیحاتی نبوده یعنی اقتصادی نبوده بیشتر جنبه ایدئولوژیک داشت که به نام دوران جنگ سرد معروف شده و معروف گرده که سالهای بسیار متعددی یعنی تقریبا بعد از سال 1945 تا سال 1991 جمهوری روسیه یا اتحاد جماهیر شوروی فرو می پاشه این جنگ سرد متاسفانه مخصوصا بین روسیه آن وقت و آمریکا جریان داشته که در این جریان متاسفانه رقابت بسیار شدید بین این دو کشور سبب شد که اونها از جنگ سرد علیه همدیگه استفاده بکنه گرچه در این جریان جنگ مستقیم بین این دو کشور واقع نشد اما متاسفانه که اونها با استفاده از امو حربه هایی که در اختیار داشتند یا شورش هایی که کش مثلا روس ها پای امریکایی ها را در جنگ ویتنام کشاندن و امریکایی ها را زمینگیر کردن و خسارات بسیار هنگفت انسانی و مالی و همچنین نظامی بر امریکا وارد کردن چون امریکا در صدد انتقام از روسیه بود. جنگ افغانستان وقتی که واقع شد امریکایی ها از جنگ افغانستان علیه روسیه به عنوان یک فشار استفاده کردن تا ای که بالاخره در سال 1991 جنگ افغانستان موفق شد و روس ها شکست می خورن و روس ها وقتی که شکست می خورن اتحاد جماهیر شوروی از بین میره و این دوران رو دوران جنگ سرد یاد می کنن که در این جریان متاسفانه که سوء استفاده های زیادی صورت گرفت که خیلی ها از بسیاری از حقوقش اصلیشان محروم شدن و همین خاطر این مسئله سبب شد که سازمان ملل متحد کنوانسیون تحت عنوان تصویب کنه. این کنوانسیون در واقع معرف و اعلان کننده حقوق بشری با ماهیت مدنی و سیاسی بوده که دولت ها رو ملزم به رعایت و عدم تبعیض و نقض حقوق انسان ها میکنه. مثلا در این کمیسیون وقتی که شما بخواهیم مطالعه داشته باشیم آمده که انسان ها از حقوق و از حق آزادی بیان، کرامت ذاتی، برابری و تمام حقوقی که از انسان ها به صورت فطری در نهادشون داره به صورت سلب نشدنی مستحق میشن و بر مبنای آزادی ها، عدالت، صلح که در جهان حاکم است اونا میتونن از این حقوق استفاده بکنن. همچنین در این کمیسیون آمده که یعنی همه دولت ها رو ملزم میکنه که باید اونا به حقوق اتباع و شهروندان خودشان احترام بگذارن و حقوقشان رعایت کنن. مثلا باید به اتباع خود حق بدن که اونا در سرنوشت خودشان خودشان تصمیم بگیرن. اونا نمی این کنوانسیون هر نوع تبعیض رو منع میکنه، بر انسان ها حق حیات میده و رفتارات های دولت ها که بسیار به صورت غیر انسانی و یا محاکمه هایی که به دور است اما پروسه عادلانه باشه و یا ای که تجاوز به حریم خصوصی باشه یا اینکه انگیزه های مثلا آزادی فکر، آزادی اندیشه و مذهب و غیره تمام از اینا رو اینا آمدن در مواد کنوانسیون دست کردن که افراد از این حقوقشان استفاده کرده میتونه و هیچ کس حق نقض این حقوق رو نداره و حتی اگه دولت هایی که علیه اینمی حقوق هایی که شما یادآور شدین اونا چی میکنن یعنی نادیده میگرن و یا حقوق تجاوز میکنن عد به عد با حق دادن که علیه دولتشان اقامه دعوا بکنن که از عمدترین مواردی که این کمیسیون به عنوان یک دستاورد برای خود میدانه در واقع لغو مجازات اعدام است که دولت های امضا کننده را ملزم میکنن که مجازات اعدام رو از نظام حقوقیشان محو بکنن یا کلا از بین ببرن که ما اگه بخوایم به افغانستان هم اشاره بکنیم گرچه افغانستان
به این کنوینسیون تعنوز نپیوسته، اما متعهد استش. ما شما اگر بخواهیم مطالعه داشته باشیم که افغانستان تقریبا صدها انسان است که پرونده هایشون بالای میز رئیس جمهورهای گذشته و فعلی اونجا تلمبار شده، اما چون افغانستان جرأت از این نداره که این اشخاص اعدام بکنه، چون از منظر کنونسیون های بین المللی مخصوصا کنونسیون مدنی و سیاسی اگر کشوری بخواهد که مجازات حکم اعدام و در نظام حقوقیش اعمال بکنه، اونا ضربه های زیادی را دارن که یک عادت ترین مسئلهش اما قطع کمک هایی است که کشورها از کشوری که مجازات اعدام را بخواین عملی بکنن از کشور از این حقوق ها و کشور را محروم میکنن که افغانستان متاسفانه به این دلیل نمیتوانه که اعدام را اعمال بکنه و کشورهای مثل چین و ایران و عربستان سعودی گاه ناگاهی بعضی از مخالفین خودشان را یا کسایی که متهم به یک جرم سنگین میشن میخوان اعدام بکنن، باز امین کنونسیون ها و سازمان هایی که مدافع حقوق و بین المللی حقوق بشری هستند علیه و کشور تحریم ها را وضع میکنه که اونا متحمل خسارات بسیار زیاد در این عرصه میشن. کنونسیون بعدی که ما در عنوان منبع یا مصدر حقوق بین بشر میشناسه میشه کنونسیون بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی. این کمیسیون که به عنوان مدافع حقوق بشر در عرصه اقتصاد و اجتماع و فرهنگ شناخته میشه، در واقع این کنونسیون ضمن معرفی و اعلان حقوق حقای بشری با ماهیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد که دولت ها را ملزم میکنه که اونا باید چی بکنن؟ رعایت بکنن و زمینه هایی که باعث تحقق حقوق میشه باید اونا این مسئله در نظر داشته باشن. مثلا طبق این موادی که این کمیسیون پیش بینی کرده، دولت ها ملزم هستند که زمینه های توسعه و رشد و زمینه های آموزش ابتدایی رایگان رو برای همه شهروندانشان رو به صورت مساویانه برابر بدون هیچ گونه تبعیض برای شهروندانشان فراهم بکنند. یعنی بر اساس موادی که کنوانسیون آمده برای شهروندهای دنیا کشورها پیش بینی کرده، تمام شهروندها حق دارند که از حقوق اساسی که در عرصه مدنی، سیاسی و سایر مسائل فرهنگیشان میشه، اونا میتونن در کشور خود استفاده بکنن. اما در رابطه به حقوق اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، باز یک مسئله باید یاد ما شما نره که این است که اونجا نمیشه که شهروندها یا اتباعی کشورها آنچه که توقع از کشورهای مدرن و پیشرفته یا توسعه هم داشته باشن می باشه از این کشورها چی توقع از کشور خودشان توقع داشته باشن. یعنی شهروندها می توانن توقعشون رو به اندازه ای که استطاعت اقتصادی و یا توسعه ای که کشورها از منظر امکانات و یا تسهیلات دارن داشته باشن، نه بیش از اندازه ای که دولت ها. البته اینجا غلط فهمی نشه که کشورها ملزم هستن که تلاش بکنن برای شهروندهایشان زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را فراهم بکنن. اینا یعنی از لحاظ حقوق کنونسیون ویلمنی کشورها باید تلاش بکنن که زمینه و امکانات را که لازمه یک زندگی با عزت برای هر شهروند است فراهم بکنن. مورد بعدی که کنونسیون در این عرصه فعالیت میکنه و ما او را به عنوان یکی از منابع حقوق بشر یا مصادر حقوق بشر میشناسیم، کنونسیون منع مجازات جرم نسل کشی است. این کنونسیون به هدف از این که اونا بخواهند مدافع حقوق بشر باشن و به عنوان یک منبع کشورها و از او استناد میکنن در این عرصه فعالیت میکنن. خب اگر از لحاظ تاریخی ما بخواهیم یک مطالعه داشته باشیم، متاسفانه تاریخ بشر ظلم های بسیار زیاد، شدید، بیرحمانه، غیر انسانی و ظالمانه در حق انسان ها به خاطره خود داره که با ورق زدن تاریخ، مثلا به گونه مثال بخوایم تاریخ چنگیز خان رو مطالعه بکنیم، تاریخ جنگ های صلیبی رو مطالعه بکنیم، حتی در پیش چشم تاریخ مثلا جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم رو مطالعه بکنیم، تمام از اینا نشان دهنده ازی است که بشر متاسفانه اگر دستش برسه و بر علیه امنوان خود ظلم بسیار زیادی روا می‌داره. خب چون بشر متاسفانه عمل کرده وقیحانه و ظالمانه داره، سازمان ملل متحد در این عرصه آمد
کنوانسیون را به وجود آورد. این کنوانسیون هدفش جلوگیری از تکرار الگوهایی بوده که ما تا قبلا یادآوری کردیم. این کمیسیون سازمان ملل تصویب کرده، اینا میان در این کمیسیون تمام این قانون تمامی اعضای سازمان ملل ایرک چون این کمیسیون را پذیرفتن، بر اساس از این کمیسیون اونا حق ندارن که خلاف روح این کنوانسیون و مقصد یک سازمان ملل متحد دنیا را وامی داره که عمل کرده هایی را که خلاف اصول انسانی است، اگر دولت او را علیه اتباع یا انسان ها را وامی داره، محکوم میکنن. از نمونه های بارز را که ما شما میخیم در این عرصه در ارتباط صحبت بکنیم، مسئله نسل کشی و همون ظلم یا مجازات های غیر انسانی است. مثلا کشتن اعضای یک گروه انسانی یا از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه، یک نژادی باشه، قومی باشه، ملی، زبانی باشه، یا هر موردی باشه که نظام حاکم بر سر اقتدار است، این ضرر به یک نژاد بعدی برسانه، اینا رو منع میکنن که یعنی دولت ها یا جریان ها را اجازه نمیده که به صورت غیر انسانی بیان علیه انسان های دیگر چی بکنن؟ جرایمی را مرتکب شوند که سبب شود که یک نسل تهدید شود یا یک نسل از بین برای یک جلوگیری بکنن از رشد یا توسعه یک نسل. بر اساس این کمیسیون دولت هایی که امضا کننده این کنوانسیون هستند باید اونا قوانینشان را به یک نحوی تنظیم بکنن یا به وجود بیارن که این نوع مجازات ها باید در نظامشان اصلا مجاز نباشه، یعنی مورد ممنوعیت یا مورد تحریم قرار گرفته باشه و او را به رسمیت نشناخته باشند. اما متاسفانه آنچه که ما شاهد هستیم و آنچه که گفته میشه و آنچه که دنیا ادعا میکنه، متاسفانه که دنیای امروز برعکس از او عمل میکنه. اگر بخواهید شاید شما چنین تصور بکنید که ما مغرضانه صحبت بکنیم، مسئله مغرضانه نیست. مسئله اگر بخواهیم به صورت مثال آمیز صحبت بکنیم و به صورت عملی و تجربی بخواهیم نشان بدیم، شما ببینید عملکرد نظام صفاک بشار اسد که انسان ها را بسیار به صورت بی‌رحمانه میکشد. امروزه هیچ کشور دنیای متاسفانه صدای خود بلند نمیکنه، مثلا مخصوصا کشورهای مدافع حقوق بشر، مثلا عملکرد وحشیانه غیر انسانی و صفاک نظام خونآشام اسرائیل نمونه خیلی بارز است که امروزه متاسفانه مسلمان ها را بسیار به صورت بی‌رحمانه میکشند، تاراج میکنند، سرزمینشان را ویران میکنند، خاکشان را متاسفانه به اشغال میارند، نظام اقتصادی، نظام اجتماعی و هیچ نوع حقوقی را به اونا به رسمیت نمیشناسند. مثلا آمریکا، سازمان ملل متحد، جامعه جهانی، اروپا و تمام سازمان ها در این عرصه یک روز متاسفانه اسرائیل را مورد انتقاد قرار نمیدن، محکومش نمیکنن، فقط اونا را دعوت به صلح میکنن. نمونه دیگری که متاسفانه ما در سالهای آخر شاهد بودیم عملکرد نظام صفاک میانمار بوده که مسلمان ها را متاسفانه نسل کشی کردن، خانه هایشان ازشان گرفتن، به زن هایشان تجاوز کردن، با آتش انداختن، خانه هایشان را ویران کردن. بازم هیچ نظام حتی نه تنها که اونا ایره محکوم نکردن، حتی که آنگ سان سو چی که رهبر ای جریان بوده جایزه جهانی را برش میدن و از او حمایت میکنن. و همچنین عملکرد دولت چین علیه مسلمان های ایغور است نمونه بارز از این است. و یا متاسفانه باید بگیم که عملکرد خود آمریکا به عنوان یکی از کشورهای حامی حقوق و یا مدافع حقوق بشر در عراق، در افغانستان، در سایر کشورهای مثلا سوریه، مثلا یمن، مثل لیبیا، اینا کلش نشان دهنده ای از این است که آنچه که بشر امروز ادعا میکنه در واقع برخلاف از این است. بازم گفتیم اینا حربه است علیه کشورهایی که اونا نمیخواین این کشورها رشد کنن، این کشورها جان بگیرن، مخصوصا کشورهای اسلامی و کشورهای شرق میانه. چهارمین پنجمین کنوانسیون را که ما شما در ارتباط که به عنوان منبع حقوق بشر بر رسمیت میشناسیم، کنوانسیون محو کلی اشکال تبعیض علیه نژاد است یا کنوانسیون تبعیض نژادی است که کنوانسیون به خاطر تمام امتیازات و یا تمام تمایزها و تمام
مسائل که یک نژاد خود برتر از نژاد دیگر بدانه ایراج میکنه، ممنوع میکنه، یعنی محدود میکنه، یعنی هیچ نوع برتری کشورها نباید بر رسمیت بشناسن. اما بازم ما شما متاسفانه آنچه در مورد قبلی گفتیم امروزه خیلی است جنگ هایی که صورت میگیره مسئله نژاد مطرح هست که آخرین مسئله که ما شما در جهان دیدیم متاسفانه جهان رو به یک نابودی کشان جنگ آلمان علیه دنیا بود. آلمان ها که چون خودشان نژاد برتر یا نسل برتر آریایی می دانستن جنگ خود را آمدن، مثلا هیتلر به عنوان رهبر نازی ها آمد یک جنگ را در دنیا در داد، گفت ما نسل برتر دنیا هستیم و ما باید رهبری دنیا را به عهده داشته باشیم. و این خاطر اونها میلیون ها انسان مخصوصا یهودی ها را در کوره های آتش انداختن، جنوساید های بسیار خطرناک را در دنیا انجام دادن که تاریخ از تکرار از او شرمسار است. و امروزه دنیا یاد وقتی که این مسئله را یاد میکنه لرزه به اندامش میاد. چرا؟ این نشان میده که بشر عملکردهایی را از خودش نشان داده که متاسفانه عملکرد غیر انسانی بوده. و امروزه متاسفانه ما که میبینیم آنچه که ادعا میکنیم وقتی در عمل میبینیم واقعیت ها چیزی دیگر است. بازم با تاسف باید بگیم که کنوینسون ها بیشتر کنوینسون های مغرضانه هستند، علیه یک دیگر استفاده میشه. هر جایی که نفع بشر باشه کشور دیگر مورد اتهام قرار میده، مخصوصا کشورهای بزرگ. اما اگر از لحاظ ادعا که بگیم یا از لحاظ رسمیات بگیم یا از لحاظ عرف جهانی بگیم، کشورها آمدین این مسئله را امضا کردین که نونسون به وجود آوردین که مثلا هر گونه تبعیض مخالف در واقع مسئله نژادی از این مسائل ها هسته. کنوانسیون بعدی که در این مورد وجود داره کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان است. این کنوانسیون متاسفانه دردآور است. این کنوانسیون به هدف از این ایجاد شده که اونا هر گونه تبعیض را که علیه زنان باشه یا استثنایی را که بین زن و مرد به وجود میارن اینا را به رسمیت نمیشناسه. در واقع یک کمیسیون تلاش میکنن که تمام آن چیزی که به عنوان یک تمایز شناخته میشه یا به عنوان یک مسئله استثنایی مرد را از زن استثنا میکنن و یا محدودیت ها را به وجود میاره، محدودیت از منظر جنسیت، اینا را منع میکنه. کنونسونی که این کنونسون به هدف برابری حقوق زنان به مردان در تمام عرصه ها تلاش و فعالیت میکنن تا کوشش میکنن تا وضعیت زنان بهبود پیدا بکنه. به همین منظور در رابطه چندین اعلامیه ها را پخش کردن و زنان اونا کوشش میکنن که زنها در سایه مختلف مسائل مرسی سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و دیگر زمین ها دارای حقوق مساوی با زنها باشه. ضمن از اینکه دولت ها را ملزم میکنه قوانین خود در راستای یک مسئله ای به وجود بیاره که حقوق زن و مرد برابر باشه، یعنی زن ها و برابر ها مرد ها در تمام عرصه ها با هم دیگه برابر باشه، یعنی هیچ نوع تمایزی بین زن و مرد یا هیچ گونه تبعیض بین زن و مرد وجود نداشته باشه. اگر قوانینی در این عرصه یعنی تمایز یا تبعیض وجود داشته باشه این کنونسیون از اونا میخواد که این مسئله یا از بین ببره، یعنی نسخش کنه یا لغوش کنه یا تغییرش بده. حتی کشورها را این کمیسیون ملزم میکنند که اگر تبلیغات سوی یک در رسانه ها یا در عرف جامعه وجود داره این است میگه که از بین ببره و که به عنوان یک تعصب است، به عنوان یک باورها و رفتارهایی که سبب میشه که زنها را موجود پست و یا مردار موجودات برتر نمایش بتن این را میگن که نه از بین ببره. اما بازم تکرار میکنیم کمیسیون ها بیشتر کمیسیون های سیاسی هسته. بازم تاسف باید بگیم که وقتی که نظام سرمایه داری در دنیا حاکم شد و اینا بعد اهداف مغرضانهی که دارن بیشتر از زن به عنوان یک حربی سیاسی استفاده میکنن و یک کمیسیون هم بیشتر رنگ سیاسی رو به خود گرفتن. شاید شما تصور بکنی که ما مخالف هستیم، ما مخالفی مثلا نیستیم، شما در عرصه بحث بعدی در اجرای بحث میکنیم که مثلا در ماده ششم این کنوانسیون آمده که هر نوع استفاده جنسی ابزارگونه
که از جنس زنها یا از زنها در عرصه فحشا استفاده میشه، ایره من هم میکنه. یعنی در دنیا نباید که زن به عنوان یک مسئله ابزار سوی استفاده جنسی یا یک مسئله شهوانی استفاده شود. اما این مسئله در دنیا امروز متاسفانه کاملا چشم پوشی میشه. امروز از متاسفانه تجارت فحشا یکی از بزرگترین تجارت هایی است که در دنیا بعد از تجارت اسلحه و بعد از تجارت مواد مخدر تجارت فحشا هست، ولی دنیا در این ارتباط هیچ نوع انتقادی نداره. شما حتی شاید بگید به چی گونه، مثلا شما میبینی یک صابون هم که اعلان میکنن متاسفانه یک زن میارن، اگر یک قالین هم اعلان میکنن یک زن میارن، اگر یک شامپو اعلان میکنن یک زن میارن. اینا چی است که توجه دنیا رو میخواین جلب بکنن. شما برید تصاویر فیلم ها رو ببینید، حتی تصاویر آرایشگاه ها رو ببینید، تصاویری که متاسفانه در آموزشگاه ها حتی متاسفانه دانشگاه ها فقط زن را به عنوان یک کالا استفاده یا یک ابزار استفاده میکنند. این مسئله رو اونا نادیده میگیرن، اما بیشتر چون میخواین که از زن استفاده ابزار گونه صورت بگیره، اونا میان چی میکنن، فقط تاکید بر این دارن که زنها در عرصه مثال مسئله سیاسی، تعیین سرنوشتشان، عهده گرفتن پوزده های دولتی، وظایفی را که اونا باید استفاده بکنن، اونا میخوان این را بیشتر چی بکنن، پررنگتر نشان بدن که تا زنها چی شوند، بیان در این عرصه وارد عمل شوند. تکرار میکنیم که متاسفانه این مسئله بیشتر جنبه سیاسی برای خودش گرفته که متاسفانه حقوقی که آنچه که حق یک مادر، یک خواهر، یک زن، یک دختر است، اونا حقوق نمیخوان که چی بکنن زیاد پر رنگ نشان بدن، فقط مسائل که مسائل سیاسی هستن میخوان پای زنا را در وظایفی بکشن که اون مسائل برای زنها نه شایسته کرامتشان است. مثلا شما ببینید، شاید شما بازم تکرار میکنیم، شاید بگه مغرضانه صحبت میکنیم، مسئله مغرضانه نیست. مثلا یک خواهر لازم نیست که در نظامی بره کار بکنه، یک خواهر لازم نیست که بروان یک عسکر برش سلاح بیتی، در جنگ روانش بکنی و علیه دشمن مبارزه بکنه. برای یک خواهر ممکنه بره استاد شوه، بره دکتر شوه، بره نصر شوه، بره مثلا در مرزهای تحقیقات کار بکنه، در مرزهای علوم دیگر کار بکنه، جایی که شایسته کرامتش باشه و آنچه که به استطاعت و توانش باشه. ولی متاسفانه امروز میخوان زن و مرد را به چنان مساوی برابر بکنن در تمام عرصه ها، و این خلاف نه تنها که فطرت، بلکه خلاف آن شخصیت جسمی، روانی و شخصیت ایمانی یک زن است. و چند کمیسیون دیگه است میخوایم به صورت فشرده بیان بکنیم. متاسفانه از حوصله بحث ما یه ذره دور است. مسئله کنوانسیون منع شکنجه و مجازات های رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی و تحقیرآمیز است یک کمیسیون است که در این کار میکنه، که هم به عنوان مصدر و یا منبع حقوق بشر شناخته میشه. کنوانسیون حقوق طفل است که اینا در این عرصه کار میکنن. کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت است و یا زمین مورد که کنوانسیون مربوط به پناهندگان است که وقت متاسفانه با ما شما یاری نمیکنه. ما شما مجبور هستیم که به منابع اسلامی هم یک اشاره داشته باشیم، آنچه که در مقدمه با شما بیان کردیم که در رابطه به منابع و مصادر حقوق بشر اختلاف کشورها وجود داره، و مخصوصا کشورهایی که پیرو نظام اسلامی هستند، اونها منابع حقوق بشریشان را مساوی آنچه که دنیای امروز به رسمیت میشناسه و بشر امروزی به رسمیت میشناسه، اونها منبع خود به رسمیت شناخته. در من نظام حقوقی اسلام ما چهار منبع به عنوان منابع اصلی میشناسیم، که یکی قرآن کریم است، سنت رسول الله است، قیاس است و اجماع است. قرآن کریم را خب الحمدلله ما به عنوان مسلمان میشناسیم، کتاب الهی است که خداوند توسط جبرئیل آن را به پیامبر خود نازل کرده. این قرآن تقریبا 6623 و تا 6663 البته اختلاف است وجود داره. از این 6623 آیت تقریبا 500 آیت را ما شما به عنوان آیات الحکام میشناسیم. آیات الحکام در واقع قوانین عملی و یا احکامی هستند خداوند را در کتاب خود بیان کرده، و از زمان رسول الله تا حال به عنوان بزرگترین منبع شناخته میشه که مسلمان ها بسیار به صورت گسترده استفاده میکنند. در این
قرآن کریم این به تمام حقوق اشاره میکنه به عنوان یکی از قوانین زندگی انسان ها شناخته مسلمان ها شناخته میشه و همواره مسلمان ها در طول تاریخ به او مراجعه میکنن. آنچه در مقدمه گفتیم که تا وقتی که جهان اسلام سر پای خود استاد بود، یعنی تا وقتی که مسلمان ها صاحب قدرت و حاکمیت و دولت های مستقل بودند، یعنی در واقع پیش از جنگ جهانی اول، در واقع در میان سالهای تقریبا 1924، یعنی تقریبا مسلمان ها 1300 سال وقتی که دارای قدرت جهانی بودن، قرآن به عنوان آیین زندگیشان و به عنوان قانون اساسیشان به رسمیت شناخته شده بود، چرا که اونها قرآن را در واقع کتاب الهی می دانستن و یگانه رسپانی می دانستن، به او خود محکم گرفته بودن و با مسائل خود از منظر قرآن می پرداختن، چرا که قرآن نه تنها سعادتمندی هر کس را بر اساس دادگری و بر اساس آنچه که بشر فکر میکنه خدا فکر میکنه. خدا برشون رهنمایی کرده از او استفاده میکنه که بسیار یک کتابی است که تمام مصالح انسان را در نظر گرفته و این کتاب را خالق بشر روان کرده. از در این کتاب هیچ گونه نقصی نیست، اما این که امروزه ما با مسلمان ها و جهان اسلام با مشکل مواجه است، عمده ترین مشکلی که ما داریم این است که آنچه که ارشادات این کتاب بر مسلمان ها گفته شده او را بیان نمی کنند. دومین منبع، منبع سنت است. سنت در واقع آنچه که از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بر شما به یادگار گذاشته، بعد از این 500 آیتی در قرآن کریم ما شما یادآوری کنید که به منزله قانون اساسی ما شما هسته. البته در قرآن کریم بیشتر ما به مسائل کلی مواجه میشیم که استنباطات از این نیاز به یک تفسیر و تحلیل داره که ایره خداوند توسط پیامبرش بر ما شما چی کرد. در جریان 23 سال پیامبر آمد، ایره به صورت واضح و آشکار برای امت اسلامی بیان کرد که امروز ما شما ایره به عنوان سنت میشناسیم. سنت در واقع یک بخش گسترده ای از احکام و قوانین اسلام را شامل میشه که خداوند او را توسط حبیبش یا توسط پیامبر صلی الله علیه و آله برای ما شما چی کرده فرستاده و به عنوان یک رهنما قرار داده که اون قرآن کریم بسیار بسیار واضح میگه که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر خدا به شما اسوه یا الگو است. و یا آیه قرآن کریم میخونه که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوه، و یا آیه دیگر ما شما میخونیم که و ما ینطق عن الهوى ان هو وحی یوحى. خب ولی سنت یک گفتیم بخش گسترده ای از زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله شامل میشه که این سنت سه مورد عمده است: یکی گفتار پیامبر است، یکی رفتار پیامبر است و یکی تقریرات پیامبر. گفتار پیامبر و سخنانی است پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در جاهای مختلف او را امر کرده که شما این کار را بکنید و یا نهی کرده که ما شما به عنوان مسائل خمسه مشناسه میشه که در واقع واجب است، مستحب است، مباح است، مندوب است و حرام است. و رفتار پیامبر آنچه که عمل کرده پیامبر بوده، پیامبر صلی الله علیه و آله آن کار خوبی که یعنی مسلمان ها باید او را انجام میدادن در زندگیشون عملی بکنه، آن کار حرامی که بود باید مسلمان انجام نمیدادن هیچ گاهی او کار را الحمدلله انجام نداده، از سر نزده. آنچه که پیامبر انجام داده برای ما شما سنت است که انجامش بدیم و آنچه که او را انجام نداده ما شما ملزم هستیم که او را انجام ندیم. یعنی هر کسی که از دایره عمل کرده پیامبر بیرون شد، در واقع این انسان از تایید اسلام بیرون است، اسلام را تایید نمی کنه و تقریرات پیامبر صلی الله علیه و آله جای جایی است پیامبر صلی الله علیه و آله در واقع تقریر سکوت پیامبر است، یعنی یک عملی در حضور پیامبر خدا صلی الله علیه و آله انجام شده و پیامبر هیچ گونه واکنشی از خود نشان نداده، نه امر به انجامش کرده و نهی به ترکش کرده، یعنی نگفته که کار بکنی، نگفته این کار نکنی، که از نمونه های بارزش خوردن سوسمار یا در واقع چلپاسه بوده در منظر پیامبر، یا خوردن ملخ بوده که پیامبر اونا را دیده اما هیچ نه کسی را دستور به انجام داده و نه کسی را دستور به ترکش داده. و سیمین مورد اجماع است. اجماع در واقع عموم یکی از منابع و یا مصادری است مسلمان ها او را به عنوان مصدر حقوقی خود مخصوصا در عرصه حقوق بشری میشناسن. اجماع در واقع اتحاد و یا توافق نظر علما هستند در یک حکم شرعی، یعنی علما باید وحدت عقیده داشته باشند. البته این مسئله خیلی مهم است که علمای اسلامی که ما شما میخواهیم استفاده کنیم به عنوان فقهایی هستند که اینا هم شرایط فقاهت داشته باشند، اینا بیان
یک مسئله را تحلیل کنن، بررسی کنن و بعد از این مسئله خوب حلاجی کردن، اونا بیان اتفاق نظر داشته باشند و او را به عنوان یک مسئله اجماعی بپذیرن، که امروز خیلی از مسائل است، مسائل اجماعی است، مثلا مسئله دولت است، مسئله اجماع است، مسئله پارلمان، نظام و از این مسائل است که علما اتفاق میکنن و او را به عنوان یک منبع قانونگذاری میشناسن که مایی را در عرصه حقوق بشری با رسمیت میشناسن. و پنجمین مسئله، چهارمین مسئله با مذرت، مسئله قیاس است. قیاس هم یکی از منابع قانونگذاری است. قیاس در واقع حکم سریع است که در یک مسئله است که به صورت واضح و سریع در قرآن و سنت نیامده، اما فقهای گرامی اسلام را از قرآن و سنت چه میکنن؟ استنباط میکنن. این یه حکم جدیدی است که در منابع ما شما به او تصویت به صورت واضح و اشکار بیان نشده، اما فقها او را چه میکنن؟ استنباط میکنن. مثل مسئله شراب که یک مسئله حرام است که خداوند را گفته که شما شراب نخوری، اما امروزه خیلی از موادهایی به وجود آمده که حکم سریع در ارتباط نه در قرآن و نه در حدیث وجود داره، چون مسئله هم تحتیل کننده عقل انسان هاست، تحتیل کننده عقل، زوال کننده عقل است و هم مضر به جسم انسان ها و همزمان انسان ها را چی میکنه؟ مخل عقل میکنه. پس اسلام را حرام میدونه، پس این ما به عنوان قیاس بشناسیم. امیدوار هستیم از مباحث یک دهی درس خدمت شما سرورا گفتیم مفید برای شما بوده باشه. از یک سکته یا ده درس آمده معذرت میخواییم، چون یک مقدار مشکلات ما در اپلیکیشن داریم که متاسفانه یک سلسله محدودیت ها داریم. اگر بعضی جا ما کنده کنده صحبت میکنیم، معذرت ما را بپذیرید. امیدوار هستیم که مطالب برای شما عزیزا مفید واقع شده باشه. با آرزوی سعادتمندی شما، اگر سوالی داشتی انشاءالله در کمنت برای ما بنویسید، ما سوالاتتون رو بعد موقع انشاءالله پاسخ میدیم. آرزوی سعادتمندی داشته باشید. خداوند شما رو در هر جایی که هستی موفق و کامکار داشته باشه و کوشش بکنی از این فرصتی که خداوند برای ما شما نصیب کرده، یعنی فرصت زمستانی و فرصت است خداوند به ما شما وقت داده، از این وقت به وجه احسن استفاده بکنیم تا خداوند ما شما را سعادتمند داشته باشه. آرزوی کامکاری دارم برای شما. ما را هم دعا بکنی، از دعای نیکتان فراموش ما نکنیم. الله حافظ و ناصرتان. تا درس بعدی، خدا نگهدار، موفق باشید.